اینا مقتدای من و تو هستن اما باید بالا باشن نمیتونن مثل من و تو باشن و در حد من و تو باشن و الا نمیتونن ظرف علم خدا باشن نمیتونن محل اسرار پروردگار باشن مگر ما در زیارت جامعه کبیره چه میخوانیم؟ نه همه متونه صحیح و سندیست که از ائمه پاک معصوم به ما رسیده بعضی اصلا نمیخوان در این متون فکر کنن السلام و علی محال معرفت الله و مساکن برکت الله و معادن حکمت الله و حفاظت سر الله و حملت کتاب الله اینا رو میفهمیم یا نمیفهمیم چه کسی میتواند حافظ تمام اسرار خدا باشد حامل تمام و علوم قرآن باشد قرآنی که نظر نا علی کل کتاب تبیانا لکل شی تمام اسرار خلقت در این قرآن آمده حتی خود قرآن میگه اگر این قرآن بر کوه ها تلاوت شود کوه ها حرکت میکنند زمین ها قطع قطعه می شوند مرده ها زنده می شوند با همین قرآن خب کی می تونه قرآن رو بگونه بخاند که کوها جا به ای بخواند که کوه جابجا شود زمین ها قطع قطع گردد مرده ها زنده شوند اون کسی که قرآن ناطق است اون کسی که عامل به همه آیات قرآن است اون کسی که قرآن مجسم است او کسی جز امیر المؤمنین سلام الله علیه و فرزندان معصوم او و همسر با کمال او فاطمه اطهر نیست و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین یعنی چی؟ ما قرآنی نازل کردیم که مایه شفاست مایه رحمت است برای مؤمنان همین قرآن که مایه شفا و رحمت برای مؤمنان است لا یزید الظالمین الا خسارا به ظالم به قرآن جز خسارت چیزی نمیرساند خب کی میتونه از این قرآن شفا بگیره کسی که عامل به قرآن باشد کسی که اسمت قرآن درو تحقق یابد علی مع القرآن والقرآن مع علی علی مع الحق والحق مع علی اینها با هم هستند تا کنار حوز کوسر بر من پیغمبر وارد شوند اینا یعنی چی آیا امیر المومنین اگر مثل من و شما باشد میتواند حامل جمعی علوم قرآن باشد حافظ همه اسرار هستی باشد اصلا ممکنه محاله پس باید پذیرفت که اینا جنس جسمشان و جنس روحشان متفاوت است با جنس جسم و روح ما که که در روایات معتبری از امام صادق و سایر اهل بیت در کافی کلینی با سند معتبر روایت میکنه لذا جسم پیغمبر امریون سایه نداشت خیلی از اصحاب دنبال این بودن که وقتی پیغمبر قضاء حاجت میکند اثر وجودی پیغمبر رو ببینن نتونستن پیغمبر بدنش بوی عطر میداد امام حتی بعد از شهادت هم قبرش هم جسمش تر و تازه میماند و بوی عطر میدهد یعنی چی یعنی جنس جسم متفاوت است امام که جای خود دارد اونهایی که یک ارتباط تام و با امام پیدا میکنند و اشعه انوار امام به جسم آنها میتابد، جسمشان را خاک جرأت پیدا نمی کند از بین ببرد مثل جسم حرب ابن یزید ریاهی که تازه پایین ترین اصحاب امام حسین بود یک صحابی بود که سابقش سابقه درخشانی نبود توبه کرد و اومد تو دستگاه امام حسین وقتی که شاه اسماعیل صفوی بعد از چند صد سال که از دفن او زیر خاک میگذشت تازه هر رو زین العابدین هم دفن نکرد قوم خیشاش آمدن دفن کردن بقیه از حابه امام حسین به فرمان امام سجاد و اشراف امام سجاد دف شدن اما هر رو یکی از امتیازاتی بود که هر از دست داد به خاطر همون مقابله که با سید الشهدا کرد گناه بالاخره اثر خودشو میگذاره چند تا فرق داشت یکیش این بود قوم و اش اومدن اونو برداشتن بردن دف کردن فرق دیگرش این بود که سرش از بدنش جدا نشد سر همه شهدا از بدنشون جدا شد دنبال سر امام حسین دوید از این منزل به اون منزل بدن هر هم لگد مال سم ستوران نشد اما بدن سایر اصحاب همراه بدن امام حسین لگد مال سم ستوران شد این فرقا هست در عین حال هر با همه این سابقش وقتی که شاه اسماعیل صفوی رفت با این که اون دستمالی را شنیده بود امام حسین به فرق شکافته هر بستن باز کند با خود در جنگ ها حمل کند که بر دشمن پیروز شود تا آمد پایین این بدن هر تر و تازه است در این حال دستمال رو باز کرد تا باز کرد خون تازه آمد دستور داد یه دستمال بیارید بستن بند نیومد دستمال بعدی بن نیومد آقابت ناچار شد همون دستمالی که امام حسین بسته بودن بست خون بند آمد این یعنی چی؟ یعنی <سی> کسی که با این زوات مقدس ارتباط پیدا کند او هم جسمش متفاوت می شود روحش متفاوت می شود کما اینکه سلمان در عصر حیاتش یه تفاوتهایی با دیگران داشت از در خونه امیر المومنین جای دیگه نمی رفت لذا به این توفیقات دست پیدا کرد اصلا دنیا براش مفهومی نداشت همه اون چه که براش مفهوم داشت امام زمانش امیر المومنین و همسر پاکیزه او حضرت زهرا بود عاشق امام حسن امام حسین موسلمان میمرد برای امام حسن امام حسین